هایده، صدایی که هرگز تکرار نخواهد شد. آخرین شب زندگیش روی صحنه کنسرت گذشت و فردای اون روز به خاطر سکته قلبی از دنیا رفت. اون در گفتگوی با مجله جوانان لس آنجلس که یه هفته قبل از فوتش انجام داده بود، از کسی، از رویایی تو زندگیش صحبت میکنه که تا زمان زنده بودنش هیچ موقع دیده نشد. کسی که وجودش به اون انرژی تازه داده بود و زندگیش رو دگرگون کرده بود. قبل از شروع، از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. معصومه دده بالا، معروف به هایده، 21 فروردین سال 1321 در تهران و تو خونه ای بزرگ و پر جمعیت به دنیا اومد. پدرش محمد باقر تبریزی بود و مادرش زینت بلغاری از ثروتمندان اهل رشت بود. پدر هایده 4 همسر داشت که همه این زنا با بچه هاشون توی همین خونه زندگی میکردن و هایده و محسی حاصل ازدواج پدرشون با آخرین همسرش بودن. این دو خواهر، یه خواهر و یه برادر تنی و علاوه بر اونا 13 خواهر و 5 برادر ناتنی دیگه هم داشتن. وقتی که هایده حدوداً 6 ساله بود پدرشون فوت کرد و یکی از برادران ناتنیشون به اسم اکبر سرپرستی اونا رو به عهده گرفت. صدای خوش تو خانواده هایده موروثی بود. خود هایده گفته که هم مادر و هم یکی از خاله هاش صدای خوبی داشتن. اون از کودکی به آوازخونی علاقه داشت و از 12 سالگی آواز رو تمرین میکرد. معصی که 4 سال از هایده کوچیکتر بود گفته که هایده از همون دوران نوجوانی بهش تصنیف خوندن رو یاد میده و حتی خیلی وقتا اونو جمعه به جنگلای اطراف تهران میبرده تا با هم با صدای بلند آواز بخونن. نکته جالب دیگه به فرم صورت و چهره هایده برمیگرده. گونه های برجسته برای ارائه صدای رسا و پرتنین خیلی اهمیت داره و خیلی از خواننده های اپرا هم بعد از سالها تلاش و تمرین گونه های برجسته پیدا میکنن، ولی این ویژگی به شکل طبیعی در فرم صورت هایده وجود داشت و عامل مهمی برای رسا و پرتنین بودن صداش بود. خواننده مورد علاقه هایده تو دوران نوجوانی دلکش بود. از اوایل دهه 30 به بعد هر دوشنبه صدای دلکش از رادیو پخش میشد. اون زمان مردم ایران یا به صدای مرضیه علاقه‌مند بودن یا به صدای دلکش و هایده به خاطر محدوده صوتی و لحن خاصی که از همون اول توی صداش وجود داشت طبیعی بود که بیشتر به صدای دلکش گرایش داشته باشه تا مرضیه. تو خانواده هایده هم مثل بیشتر خانواده‌های اون زمان با آوازخونی به خصوص آوازخونی زنان مخالفت‌های جدی وجود داشت و از نظر عموم مردم کسانی که وارد این راه می‌شدن مشتی مطرب و بی‌بند و بار بودن. مخالف اصلی تو خانواده هایده هم برادر ناتنی اکبر بود که بعد از فوت پدرشون سرپرست خانواده بود. مانع دیگه ای هم برای آوازخونیش وجود داشت. هایده خیلی زود و تو سن 13 سالگی ازدواج کرد. همسرش نوری که در زمان ازدواج با هایده 21 سالش بود ارتشی بود و مثل بیشتر ارتشی ها تعصب شدید خانوادگی داشت و خوشش نمی اومد که همسرش با وجود داشتن استعداد هنری آواز بخونه. هایده بعد از ازدواج در کوی افسران منطقه امیرآباد زندگی میکرد و البته بعد از مدتی مادر و خواهران و برادران هایده هم ساکن این منطقه شدند. با وجود مخالفت‌های شدید خانواده، هایده و به همراه اون محسی تسلیم سختگیری‌ها نشدن و تلاش کردند که با این ممنوعیت‌ها مبارزه کنن. از قضا بین دوستان و آشنایان خانوادگی اونا یه نفر به اسم سرهنگ لادبون بود که خودش و همسرش با دختر خاله محمد رضا شاه یعنی خانم مهری دوستی نزدیکی داشتن و همین موضوع باعث راه پیدا کردن هایده و محسی به بعضی مهمونی های دربار شد. تو همین رفت آمده بود که در نهایت محسی با تعدادی از هنرمندان مطرح اون زمان مثل حبیب الله بدیعی و پرویز یا حقی آشنا شد
که بعد از شنیدن صدای مهستی یا حقی تصمیم گرفت که یکی از ساخته های خودش رو با صدای مهستی ضبط کنه و در نهایت هم چنین شد و مهستی در 19 سالگی نخستین فعالیت هنری رسمی خودش رو تو برنامه گلهای رنگارنگ شماره 420 با خوندن ترانه مشهور آن که دلم را برده خدایا با شعری از بیژن ترقی شروع کرد. ولی سرنوشت هایده تا مدت‌ها به شکل دیگه ای رقم خورد و با وجود اینکه اون از مهستی چند سالی بزرگتر بود و مشوق اولیه مهستی تو آوازخونی بود، ولی به خاطر همسر سختگیر و داشتن فرزند نتونست وارد کار هنری بشه. هایده از ازدواج با نوری صاحب 3 فرزند شد: کامران، کیوان و کیانوش. ولی خب هایده تسلیم شدنی نبود. اون قبل از ورود به برنامه گلها و فعالیت توی رادیو در سالهای 46 و 47 توی 4 فیلم ترانه های اجرا کرد بدون اینکه اسمش تو تیتراژ اون فیلم ها بیاد. فیلم های شکوه جوانمردی، دالاهو، بندرگاه عشق و بازی شانس. ولی فعالیت جدی هنری هایده از زمانی شروع شد که اون توی یه مهمونی در سال 47 اول با مجید نجاهی نوازنده سنتور و از طریق اون با رهی معیری و از طریق معیری با استاد علی تجویدی آهنگساز و نوازنده معروف ویولون آشنا شد. تجویدی در بین موسیقیدانان ایران معروف بود به کاشف صداهای ناب. هایده هم از کشفیات درخشان تجویدی بود. تجویدی در اون زمان مدتی بود که بعد از پایان همکاری با همیرا به دنبال خواننده دیگه‌ای میگشت که بتونه مجری خوبی برای ساخته‌های تازه‌اش باشه و با شنیدن صدای هایده خیلی از صداش خوشش اومد و تصمیم گرفت که مدتی بهش آواز رو آموزش بده و ظرایف کار رو یادش بده. البته هایده بعد از این درس آواز رو از فرهنگ شریف، استاد عبادی و ناصری هم یاد گرفت. در نهایت هایده بعد از چندین ماه تمرینای فشرده خوانندگی پیش تجویدی آماده شد تا آخرای پاییز سال 47 ترانه معروف آزادم من ساخته تجویدی که شعرش از رهی معیری بود رو بخونه. تو اون زمان رهی معیری مدتی بود که به بیماری سرطان استخوان مبتلا شده بود و به خاطر بیماری چند ماهی بود که تو رادیو حاضر نمی‌شد. ولی تو شب ضبط این ترانه تصمیم گرفته بود که حتما سر ضبط تو استدیو حاضر بشه و از نزدیک اجرای ترانه آزادم من رو با صدای هایده ببینه. گفته شده که اون شب جمعیت زیادی از هنرمندان و دستندرکاران رادیو حاضر بودن تا اجرای این قطعه رو بشنوند. ساعت نزدیک 11 شب بود که یه اتومبیل جیپ جلوی در استدیوی شماره 8 توقف کرد و رهی معیری مثل همیشه تمیز و مرتب از داخل اون بیرون اومد. با اومدن رهی ارکستر آماده نواختن شد و خانم خواننده اولین آواز آزمایشی خودش رو خوند. به راستی که صدای دلنشینی داشت و به قول تجویدی حق مطلب رو ادا کرد. ترانه آزادم من در واقع آخرین ترانه رهی بود و ترانه ای بود که هایده با اون متولد شد و تو مدتی کوتاه معروف شد و شهرت زیادی پیدا کرد. هایده با خوندن ترانه آزادم من و چند ترانه دیگه تونست تحولی در ترانه خونی و آواز خونی ایجاد کنه و تأثیرات تازهی در موسیقی سنتی به وجود بیاره و خود هایده گفته که در مقام مقایسه بین آهنگسازان مختلف موفق ترین همکاریش رو با علی تجویدی داشته. بعد از این هایده برای حدود 3 سال فعالیت هنریش چه تو زمینه آواز و چه تصنیف خونی به شرکت تو برنامه های گلهای رنگارنگ محدود بود و در این مدت توی 13 برنامه گلهای رنگارنگ شرکت کرد. بعد از اینکه هایده سر و کارش به کاباره افتاد، از تجویدی جدا شد و اجراهاش به موسیقی مردم پسند نزدیکتر شد. یکی از کابارهایی که هایده توش روی صحنه میرفت، میامی بود. رفتنش به میامی با کمک کوروس سرهنگزاده بود. سرهنگزاده خانم جوون، خجالتی و محجبه ای رو به محمود قربانی، مالک میامی معرفی کرد. معصومه دده بالا معروف به هایده. قربانی در مورد اجرای هایده تو میامی میگه هایده واقعا میخو خوب کوبید. مردم سرپا میستادن و ترانه هاش رو گوش میدادن. محمد حیدری، جهانبخش پازوکی و انوشیروان روحانی آهنگسازای دیگه ای بودن که از صدای رسای هایده برای اجرای ترانه هاشون بهره بردن. همونقدر که این آهنگسازان تو راه مردمی شدن به هایده کمک کردن، اونم با صدای خودش کسب و کار اونا رو سکه کرد.
هایده در سال 51 و بعد از طلاق از اولین همسرش با بیژن مراد ازدواج کرد که البته بعد از 3 ماه کار به جدایی کشید. اون در مصاحبه‌ای با مجله جوانان دلیل طلاقش رو اینطور عنوان کرده: من بیژن رو از 6 سال قبل از ازدواج میشناختم و توی این مدت فکر میکردم اون مردیه که بزرگتر از سن و سال خودش فکر میکنه، ولی توی همین 3 ماه زندگی مشترک متوجه شدم که خیلی بچه بار اومده و احساس مسئولیت نداره. دلیل دیگه‌ش هم بچه بود. من دلم نمیخواست بچه دار بشم، ولی بیژن مایل بود هرچه زودتر صاحب بچه بشه. خیلی خوب و دوستانه توافق کردیم و جدا شدیم. سالهای پایانی دهه 50 هایده دوران اوج شهرت و اقبال هنریش رو تجربه میکرد، ولی با پیروزی انقلاب شرایط تغییر کرد و هنرمندان زن شرایط قبل رو نداشتن. هایده که از چند ماه قبل از انقلاب به لندن رفته بود دیگه به ایران برنگشت و تو سال 1361 راهی آمریکا شد تا فعالیت هنریش رو ادامه بده. مهاجران اهل موسیقی در لس آنجلس 2 گروه بودن: سنتی ها و پاپ خون ها. هر 2 گروه هم برای شروع دوباره با سختی های زیادی روبرو بودن، ولی کار برای سنتی خون ها سخت تر بود و اگه میخواستن تو چارچوب قبل بمونن کارشون کساد میشد، چون مخاطبان مهاجر دنبال نوع دیگه ای از موسیقی بودن. دامنه آوازهای سنتی محدودتر و تعداد 6 و 8 ها بیشتر میشد. میشه گفت از پیوند موسیقی سنتی و موسیقی کوچه بازاری موسیقی جدیدی به وجود اومد که هیچ کدوم از اون دو نبود، ولی به هر دوتا شبیه بود. تو خیلی از ترانه‌های هایده که بعد از مهاجرت ساخته شده میشه این تلفیق رو دید. هایده به سرعت در آمریکا هم مخاطبان زیادی پیدا کرد و برخلاف خیلی از خواننده‌های موسیقی سنتی که با رها کردن این موسیقی و اجرای موسیقی‌های تلفیقی و پاپ نتونستن موفق بشن، هایده توی این مسیر موفقیت‌های بزرگی رو تجربه کرد. بانوی آواز ایران در 30 دی ماه 1368 و بعد از اجرای کنسرت در باشگاه کازابلانکا در حومه سان فرانسیسکو بر اثر سکته قلبی درگذشت. که البته قبل از اون هم سکته خفیف دیگه ای کرده بود و دکتر با توجه به شرایط جسمیش اونو از پرواز طولانی و اجرا بر روی صحنه منع کرده بود. هایده در گورستان وستوود لس آنجلس به خاک سپرده شد، مکانی که هنرمندانی چون فرانک زاپا و مرلین مونرو هم در خودش جای داده. یه هفته قبل از درگذشتش مصاحبه‌ای با مجله جوانان لس آنجلس داشته که در اون گفتگو از کسی توی زندگیش صحبت میکنه که وجودش به اون انرژی تازه داده و زندگیش رو دگرگون کرده. رویای زندگی هایده ایرج بود که هیچ موقع براش به حقیقت تبدیل نشد. عکسی از اون با هایده تو فضای مجازی منتشر شده، همین عکسی که میبینید. ایرج هایده رو از سالهای جوانی در ایران میشناخت و حالا سالهاست که با خانواده‌اش توی آلمان زندگی میکنه. فوت ناگهانی هایده چنان تأثیری روی اون گذاشته که میگه بعد از فوت هایده حتی نتونسته یکی از ترانه‌هاشو به طور کامل گوش کنه. ایرج توی گفتگویی با پژمان اکبرزاده پیانیست و روزنامه‌نگار از جنبه‌های دیده نشده ی وجود هایده میگه: مردم هایده رو روی صحنه میدیدن که مثل کوه ایستاده و سرزنده است، ولی کسی از درونش خبر نداشت. اون زنی تنها بود. در زندگی خصوصیش کسی نبود که از هایده با اون روحیه ی حساسی که داشت مراقبت کنه. از ناراحتی پناه می برد به الکل و مواد مخدر و چون دیابت و ناراحتی قلبی داشت هر دو براش سم بودن. اون با همه یک رنگ بود و اغلب نارو می خورد. فکر می کنم اگر من زن و بچه نداشتم هایده الان زنده بود، چون من مخالف بیشتر کاراش بودم. شهبانو فرح پهلوی در روز 21 فروردین 1401 با انتشار پیامی به مناسبت 80مین سالروز تولد هایده یاد این خواننده به نام ایران رو زنده نگه داشت. محمد رضا شاه پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی همواره از شنیدن آواز دلنشین و ترانه‌های زیبای تو لذت می‌بردند. صدای گرم و رسای تو هنوز در گوش من تنین اندازه. در آسمان پرستاره هنر ایران تو یکی از درخشان‌ترین ستاره‌ها هستی. و اهدای لوح سپاس به هنرمند گرانقدری مانند تو در حکم ادای دین به هنر و فرهنگ ایرانه.
این بخش از پیام به لوح سپاس شهرداری شهر لس‌آنجلس اشاره داره که در آپریل سال 2019 به این هنرمند ایرانی اهدا شد. بیشتر از 30 ساله که هایده دیگه در بین ما نیست، ولی صداش همیشه با ماست، مخصوصا که آزادگی رو فریاد میزنه. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.